انسان که یکی دو برابر دیگری سایه داره، آیا میتوان اینها رو با هم اشتباه گرفت؟ به هیچ عنوان. اصلا از منظر علمی و تخصصی درود بر همگی. برای این هفته درس شماره 6050 دایره المعارف ظهور رو از آقای بروجردی انتخاب کردم. حدیث 19 کتاب بحرالانوار جلد ششم صفحه 289. با این خلاصه و عنوانی که آقای بروجردی نوشتن، آب بهشتی از غرب می آید، ارواح گرویدگان از قبورشان به سمت آن چشمه می آیند و میوه های موجود در آن می خورند. در اصل این با سلسله روات یکی از حواریون امام محمد باقر ابا جعفر هست که از ایشون نقل شده، پدر امام صادق. گفته شده من شنیدم که آب فرات ما از غرب سرچشمه میگیره و خداوند در اونجا یک بهشتی را آفریده که این آب از اونجا میاد و به اصطلاح این میرن درش شنا میکنن و جوان میشن حالا. و اینکه این خب این خیلی تاکید میکنم که این بهشت رو گفته در مغرب که ازش این آب خارج میشه و شبها روح مؤمنین هم میره توش شنا میکنه و میخوره. حالا اینکه روح نمیتونه شنا بکنه و اینها بماند منظور من این نیست. و بعد ادامه میده که این خیلی نکته مهمیه، میگه در این خداوند یه جهنمی هم آفریده که در مشرق زمین هست. خب مشرق یعنی همین مثل خاورمیانه دیگه منظورش. در این جهنم خداوند ارواح کفار را عذاب میکنند. و به هر حال وقتی هم که توی به اصطلاح میبینیم که خب هنوز طبق آیات و احادیث دینی و باور باورمندان بهشت و جهنم باید بعداً خلق بشه، نه اینکه الان اینجا روی زمین باشه، ولی میبینیم که تو این حدیث که خب سلسله روات قوی هم داره گفته شده که بهشت و جهنم روی زمین ساخته شده، یعنی در غرب و جهنم در شرق. این یه نکته. نکته دوم این که این غرب و شرق چقدر عجیبه که این همه باورمندان و به خصوص جامعه اسلامی یه جور تقدس خاصی رو برای مشرق زمین قائلن و به هر حال خاستگاه ادیان هست در مقابل مغرب زمین، و به اصطلاح غرب رو عامل فتنه میدونن، بهش هر روز بد و بیرا میگن، مردمش رو نجس میدونن. حالا در اینجا حدیثی پیدا شده که نگه مغرب زمین بهشت هست، در از همون بهشته که هم روی زمین گفته بهشت هست، قابل توجه کسایی که منتظرن حالا برن اون دنیا برن بهشت. اینجا نشون میده که بهشت و جهنم همینجاست. و اینکه حالا جاش هم برعکس اون چیزیه که همیشه به دین مدارا میان میگن و در ذهن اونها اینو به وجود میارن. یه آب میتونه اصلا اثری از زندگی باشه و معنی اینو بده که اون در مغرب زمین در اصل مردم دارن زندگی میکنن، ولی در کشوری مثل ایران هستش که دچار روزمرگی هستن. این رو یکی از دوستانم از ایران که از شاگردان آقای بروجردی هست گفته و من از اون نقل میکنم با اجازش، که میگفت ما اینجا داریم روزمرگی میکنیم، ما اینجا داریم زجر میکشیم، ما اینجا از نظر اقتصادی تو بدترین وضعیت هستیم، در حالی که مغرب زمین خب خیلی از نظر نسبی نمیگیم همه چی پرفکته، ولی نسبتاً باز یک زندگی جاریه و حداقل امکانات و حقوق انسانی در اونجا رعایت میشه، ولی برای ما نه، این از وضعیت زنان، این از وضعیت
جامعه، این از وضعیت اقتصادی که روز به روز وضعیت مردم خراب میشه، بدتر میشه، آب، هوا، همه چی. خلاصه خیلی بحث جالبی رو پیش میکشید و میگفت این همه سال به هر حال در کسوت دینی ما میگفتیم که باید به این مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر این، مرگ بر اون، در مخصوصا کشورهای غربی. ولی الان این حدیثی رو که من شنیدم و در این کتاب میخونم، میبینم که جور دیگه هستش و حتی بر اساس اسناد مدارک دینی هم ایجاد این همه نفرت به صورت مرزبندی جغرافیایی چقدر بی اساسه. حتی اگر کسی بخواد اعتقاد داشته باشه به مسائل دینی، باید توجه داشته باشه که این چیزها وجود داره که نشون میده اصلا موردی نداره اینجور تقسیم بندی های سیاسی و سوء استفاده های سیاسی از مذهب. به هر حال این نقل قولیه که من از ایشون میکنم، قضاوت رو به خودتون واگذار میکنم و خودم در موردش نظری نمیدم. خب بعد در مورد نکته دیگه‌ای که از این به هر حال درس میشه گرفت این هستش که جغرافیا حالا زیاد مهم نیست، چون ما میبینیم که در شرق یک سری کشورها هستن مثل به هر حال یکم پیشرفته تر هم مثل چین و روسیه، یا کشور ژاپن رو داریم که در حد کشورهای درجه یک غرب پیشرفت کرده و بر این اساس هستش که من به ذهنم رسید که میشه برای این عزیزانی که حالا باور دارن به این حدیث اینطور معنی کرد که این غرب و جغرافیای شرق و غرب شاید زیاد مهم نباشه و این قسمت رو میشه به این شکل توجیه کرد که در اصل فرهنگ هست، تمدن هست. و اینکه خب اگه یادتون باشه در تاریخ هستش که قبلا کلیسا حاکم بود در اروپا و دین حاکم بوده قرون وسطا، و ولی الان کم کم بعد از سالهای سیاه قرون وسطا رنسانس اتفاق افتاد و کشورهای غربی آغاز کردن به یک رنسانس و اینکه کنار بگذارن دین رو و قوانین سکولار و لایک رو بر خودشون حاکم بکنن، هر کس هر عقیده‌ای داره برای خودش بمونه، ولی در اصل با سکولاریسم میتونستن خودشون رو نجات بدن از اون دست و پای بسته شده توسط افکار عقاید دینی که سالهای سیاه قرون وسطا رو، قرن وسطا رو به هر حال پیش آورد و زندگی مردم رو نابود میکرد و به هر حال خودتون میدونید و من دیگه اضافه توضیح ندم. ولی الان میبینیم که کلیسا عضوی شده از صنوف جامعه و کنار گذاشته شده و بنابراین میشه گفت که آغاز یک تحولی که با ایجاد تمدن و پیشرفت خوب غرب رو کرده میشه این رو دونست، و کشورهای شرقی که مثل ژاپن هستن هم از دنبال روی همین شدن. یعنی قوانین ژاپن، یک پروفسوری رو من دیدم که در یک کنفرانسی ایشون میگفت ما دین خودمون رو داریم، در قلب ماست، باهاش اخلاقمون رو حتی میسازیم. خب این نظر ایشون بود، اما قوانین ما سکولاره و دین ما به ما نمیگه که کی چجوری مدازات بشه، بنابراین ما پیشرفت میکنیم. به هر حال همونجور که گفتم بهشت و جهنم که در این دنیاست و وعده ادیان که همون وعده های سر خرمن هست قابل زیاد تأمل نیست، این نکته بعدی بود. و اینکه یک نکته دیگه‌ای که من از این درس تونستم برداشت کنم و دیدم برداشتای موجود رو این هستش که همه ارواح میان از اون مینوشن، شاید نظر این باشه که برتری علم و دانش و تکنولوژی غرب هستش که ازش استفاده میکنن و به هر حال اون چه که غرب داره تولید میکنه از علم، تکنولوژی، فرهنگ خوبی که به وجود آورده، تولرانس هست، تحمل و تعامل، و میبینیم اینها تونستن با این وضعیت پیشرفت کنن در حالی که جوامع دینی در مشرق زمین به خاطر اون باورهای غلط دینی مانع این ایجاد چنین تولرانسی هستن، چنین به هر حال پیشرفت‌های اجتماعی، فردی و علمی هستن به خاطر همون پایبندی خودشون به دین و ادیان. که خب اینها رو من تونستم از به هر حال مجموعه صحبت‌هایی که داشتم با دوستانم در ایران که وضعیت وحشتناکی رو الان ایران میگذرونه با این بیماری که اومده، با این وضعیت اقتصادی، و همچنین از
با استفاده از این درس آقای بروژدی و کتابشون برای شما اینجا در زمان بسیار کوتاه خلاصه کنم و بگم. تشکر میکنم از اینکه به عرایزم توجه کردین. تا برنامه آینده، بدرود. پاسخی نیست به این خلق گرفتار بلا، هیچ کس پاسخ نیست. کی باید پاسخ بده؟ اونی که اوورده. توی سجده نماز یه عمری گفتیم یا خیر المسئولین، ای بهترین پاسخ دهنده. بعد نگاه کردیم که اصلا توی خونه کسی نیست که پاسخ بده. خیلی جالبه. پاسخی نیست به این خلق گرفتار بلا. طرف خرج میکنه میره کربلا. بابا خونت کربلاست، درونت کربلاست. کربلا. پاسخی نیست به این خلق گرفتار بلا، چون به جنگ است دمادم به عزا. هر کی داره به یه کسی گلاویز جنگ بکنه، وقتی کسی هم گیرش نهد خودش، آدم خودش با خودش دعوا داره. بعد ابو سنقم تریرا به قول قرآن یه گوشه میشینه داد فریاد میکنه، اگر باش برخورد بشه هیچ، دهنشو میبنده یه کنار میشه نگاه میکنه. بعد اسمش چیه؟ افسرده. آی دکتر بیا علاج کن. پزشک اعصابم، مغز و اعصاب، یه مش دارو میده، طرف همیشه میافته، همینجوری میخواد. یا اینکه بی تفاوت میشه، هر بلایی سر خودش و خانواده اومد نگاه میکنه. یه مدتی هم که گذشت به این قرصا عادت میکنه، دیگه جواب نمیده. خدا بچه‌مو تو مملکت خودش کاشه. خدا 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 من جگلی بریزم سر خب شما فرزندان عزیز این حقیر هستید. اگر کسی از بنده سوال بکنه که حالا شما از این بچه ها، از این فرزندان راضی هستید، خواهم گفت راضی که 100% راضی هستید. مرد تروریست.